قسمت پنجم، مسافرت دست جمعی. سلام عرض کردم. سلام. بفرما خانم، اینم از آذوقه بازی امشب. هیچی مثل این کیف نمیده که لم بدی جلوی تلویزیون تخمه بشکنی و میوه بخوری و بازی فینال رو تماشا کنی. مگه قرار نیست فردا با خواهرم اینا بریم سفر؟ این همه کار داریم وقت تو به جای اینکه کمک کنی تو فکر بازی فینالی. واقعا که ناراحتی نداره که، من خودم صبح زود بلند میشم همه کارا رو انجام میدم. آخیش راحت شدم. ببینم ماشینو بردی معاینه فنی، الان دو هفته است که موتورش صدا میده. هی امروز فردا کردی، تا حالا دم مسافرت باید ببریش. بابا معاینه فنی نمیخواد که، من تو دانشگاه ماشین بچه‌ها رو تعمیر میکردم. آخه میدونی که اون برای آب هزینه تعمیر ماشین زیاده. آره بابا جون، منظورم خارجه. یادش بخیر. مامان دیدی چی کار کرد؟ یعنی چی اینجا جای این کاراست؟ بودین برین تو اتاقتون ببینم. آخه اونجا خیلی شلوغه. بهشون چیزی نمیگی؟ برید تو اتاقتون، مگه نباید فردا وسایلتون رو بردارین؟ بودین ببینم بچه های شیطان. سر سر نکنید، میخوام فوتبال تماشا کنم. اینم از این. اشتباه نکنی، زرده مال تو صورتیه، مال منه. این که گفتن نداره، معلومه صورتی رنگ دختراست. رنگ و دخترونه پسرونه ندارن مادر، این چیزا به سلیقه و فرهنگ آدم ها ربط داره. به به، سلام بر همگی. سلام. چه خبره، جمع شدین دوره هم؟ داریم فرست می‌نویسیم برای سفر فردا. مامان گفت هر کی فرست چیزایی رو که باید برداره و کارهایی که برای سفر فردا انجام بده رو روی کاغذ بنویسه، چیزی از قلم نیفته. تازه برای شما هم نوشتی. دستتون درد نکنه، ولی شما از کجا می‌دونستی تو فهرست من چی باید باشه؟ من بهشون گفتم از روی فهرست سفر قبل نوشتم، آخه من اونو نگه داشته بودم. فهرست آبی من شماست بابا. بذار ببینم. بله درسته، اینطور که اینجا نوشته، من اول باید برم خریدار رو انجام بدم، بعدش هم ماشین رو ببرم سرویس. بابا میشه من ماشین رو بیام؟ ببینم دانه جان، تو برنامه سرویس ماشین بابارم نوشته بودی؟ اول نوشته بودم بعد خطی زدم. نه خیر، همه چیز شده فوتبال. فکر کنم اصلا یادش رفته فردا قراره بریم سفر. هی داده بیداد، تو این خونه بمب افتاده انگار، هیچی سر جاش نیست. همه کارارم خودم یه نفری باید انجام بدم. مثلا قرار فردا بعد از 90 بوقی بریم سفر. نگاه کن آخه مرد، پاشو یه کاری بکن. مگه قرار نبود بریم ماشین رو نگاه کنی برای فردا؟ نگاه نمیخواد ماشین به این خوبی، هیچ عیبی نداره. تازه جوش نزن، همش یه دقیقه کار داره، همون فردا صبح هم میشه انجامش داد. شما به کار خودت برس. به به، چه پاسی. دستتون درد نکنه مادر جون، با اجازه. چرا بلند شدی مادر؟ تو که هنوز چیزی نخوردی. سیر شدم، باید برم زودتر لباسای سفر رو اتو کنم. میخوای یه ایده ای جالب بدم کارتون کمتر بشه ماما؟ میگم اتو رو با خودمون ببریم اونجا، لباسا رو اتو کنیم، تازه‌ش هم اینجا اتو کنی که دوباره تو چمدون چروک میشه. نه عزیزم، من یه راه بهتری بلدم. اگه لباسای اتو شده رو لوله کنیم، هم چروک نمیشن، هم تعداد بیشتری از اینا تو چمدونا جا میشن. چه چیزایی بلدی ماما؟ راستی خانم، این جلش پلویی که درست کردی مرغ نداشت؟ چرا پختم آقا مرتضی، ولی گذاشتم واسه فردا تو رامون. میخوام ساندویچ مرغ درست کنم. خب ساندویچ سوسیس کالباس بخوریم که بهتر بود که. واه این چیزا چیه؟ زهر حلاحل قضیه سالم باید بخوری مادر. مگه سوسیس کالباس سالم نیست؟ نه چیز خوبی نیست. حالا موقع شستن زهر. نوبت مزاز، من دیشب کمک کردم، امشب نوبت مزاز کمک کنم. نخیرم، من تو این هفته سه شب پشت سر هم زب شستم، امشب نوبت توه. بحث نکنین، امشب استثناست، باید همه به هم کمک کنیم تا زودتر به کارامون برسیم. یه کاری میکنیم، من ظرفا رو میشورم، مهسا آب بکشه، دانا هم خشک کنه، بعد از سفرم دوباره برمیگردیم سر نوبت قبلیمون. قبول آقا دانا؟ قبول مهسا خانوم؟ بیا بخور آقا، شامته. بدش ببینم. بعد شام ساندویچه؟ پس اون قابلمه قرمه سبزی چیه سر چرا خانم؟ قرمه سبزی مال فردا ظهره، وقتی برای نهار کنار جاده وایسادی. باشه دست درد نکنه. ای بابا شما هنوز دارین بازی میکنین که؟ من از صبح دارم این طرف و اون طرف میرم، مثل اسمن رو آتیش بالا پایی میپرم. اون وقت شماها این گار نه این گار، پاشین ببینم مثل چی بالا پایی میپری بابا. اسمن چطور مگه؟ و در برقش توی دروازه.
عجب شوتی زدی نارو. عجب گلی زد. درست این من گل میزنه. گل زد و گل زد. چه خبرت مرد؟ اونا گل زدن، تو بالا پایی میپری. آخه اینم شد کار. همین ده دقیقه پیش پوست تخمار از روپش جمع کردم ریختم تو بشقاب. عوضه که کمک کنی کار زیاد میکنی. ای وای، چرا همچین شد؟ بذار جمعشون کنم. نمیخواد جمعشون کنی. بلند شو بیا یه چیزی به این بچه ها بگو که از صبح تا حالا دست به سیاه‌سفید نزدن. آقا چرا مادرتون رو عصبانی میکنه؟ چه گناهی کرده که همه کارا رو باید خودش تنهایی بکنه؟ یه دقیقه بلنشین جمع کنین خرت و پرتاتون دیگه. بلنشین ببینیم. جذبه رو حال کردی خانه؟ برو کنار ببینم. آخه این گلدون هم ببریم توی صفحه دلمون باشه. آخه این وسایل به چه دردی میخوره؟ ای دوباره رفت پای تلویزیون. بیا برو لوازمی که برای سفر احتیاج داری از تو اتاقت بردار. من که لای اون همه خرت و پرت که رو کولم سوار کردی نمیتونم چیزی پیدا کنم مرد. نه، چند روزه این سیدی رو گرفتم، منتخب گلای جام جهانیه. با خودم عهد کردم تا قبل از سفر ببینمش. میبینم بعد میرم. تو نمیخواد دست به وسایل من بزنی، نظمشو به هم میزنه. وا، نظم؟ کدوم نظم؟ نظم در بی‌نظمی دیگه. خب اینم از بارو بندیل ما. شب همگی بخیر. شما هم زود بگیریم بخوابین که صبح اول وقت بتونین سر حال بیدار شین. بابا بزرگ، شما کی چمدونتون جمع کردین که من ندیدم؟ چمدون ما دو سه روزه که جمعه عزیزم. شب بخیر. شب بخیر. چسب زخم داری، ضد عفونی، باند، قرص مسکن، قرص اسهال کجا گذاشتم؟ اینجاست پیش منه. راستی شارژر گوشی رو برداشتی؟ گوشی تو زدم بهش شارژ بشه، صبح بردار. جمع کردین اتاقتون رو دانا؟ بله ماما. پس کجاست؟ مگه نگفتم به مسائل من دست نزن خانم؟ سب کردم، چیز میزاتو مرتب کردم، نظمشون دادم. کدوم نصف خانم؟ من هرچی میگردم نمیتونم لای این کاغذهای دست شده مدارک ماشین رو پیدا کنم. من با بی‌نظمی عادت کرده بودم، فهمیده؟ ای خدا چی کار کنم مدرک رو پیدا کنم؟ وای خیلی خسته شدم، هنوز کلی از کارامون دارم از دست شوره میرم. نگران نباش خانم، الان بگیر بخواب، خودم صبح کمکت میکنم همه چیز رو جمع کنیم. راستی زیر قابلمه رو خاموش کردی؟ آقا قرصت که یادت نرفته؟ اون شربت معده که هفته پیش دکتر بهت داده بود چی؟ اون قطعه چشمتون اونو برداشتی؟ با شما آقا کجا رو داری نگاه میکنه؟ بله خانم برداشتم. آبرو ریزی نکن تو محل، مردم بشنم هم فکر میکنم من یه آدم علیلم. خب همه چیز آماده است، سوار شید. ما اومدیم. نه خیر، پرنده تو خونه این باجانق ما پر نمیزنه. نه خیر. مامان چرا خاله اینا نمیاد؟ نمیدونم. آقا جون شما میشستی جلو؟ نه دخ کردم تو پیش همسرت بشین، بجه ما پیش همسرمون بشینیم، بهتر نیست خانم؟ ما بله آقا. خانم یه زنگ به خونه خواهرت اینا بزنی بد نیست، تو که میشناسیشون، گمونم هنوز خوابن، بیدار نشدن. دارم میگیرم شمارشونو. صبح بخیر خواهر جون، خوابی؟ نه 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 بیداریم. میگم میخوای بیام کمک کنم چیز میذاره جمع کنی؟ نه چیزه، شما برین، مام تا چند دقیقه دیگه راه میافتیم. باشه، پس سر جاده منتظرشیم. خدا خداحافظ. چی گفت خواهره؟ چیزه، گفت شما راه بیافتیم، چند دقیقه دیگه خودشون میان. بیداشیم. آخرین گزارش ترافیک راه، تمام مسیرهای منتهی به جاده چاروس دارای ترافیک سنگین میباشد. به نظرت کی میرسن؟ نمیدونم دیگه، باید پیداشون بشه. ای وای سویچم، سویچم کو. خانم شما این سویچ منو ندیده؟ سویچم رو کجا گذاشتم؟ چطوری با جناق؟ صبح بخیر. به به، عجب هوایی، جون میده برای مسافرت. نه خب الحمدلله که رسیدین، دیگه داشتیم نگران میشدیم. خدا رو شکر سلامتین که. صبحتون بخیر. آقا الان که دیگه زهره، چه صبحی؟ میگم دارم داره ضعف میره. حالا که اینطور شد میتونیم نهار تو همین پارک بخوریم، بعد راه بیافتیم، چطوره؟ اتفاقا ما صبحانه هم نخوردیم، صبح و نهار یکیش میکنیم همینجا تو پارک میخوریم و میاریم. آقا مرتضی پس برو از صندوق عقب ساندویچا رو بردار. نمیخواد، من برای ناهارمون قرمه سبزی درست کردم. چی؟ قرمه سبزی؟ کی رسیدی خواهر؟ خدا من
تاریکم دادی، دیدی چیکار کردی؟ صد دفعه میگفتم تو نرو، اینقدر انداختی تو دست انداز تا همه خورشته رو ریختی کف صندوق. من این تقصیر منه، هر دفعه که یه چیزی خراب میشه بنداز گردن من، خودت باید در قابلمه رو محکم میبستی. چیکار کنم؟ همه کارا با من بود. خب چمدون ببندم، به بچه‌ها برسم، وسایلو بردارم، غذا بپزم. اون وقت آقا تا نصف شب فوتبال تماشا میکرد. فوتبال دیدن من به قابلمه قرمه سبزی چه ربطی داره؟ امام حسین علیه السلام بچه‌هاشو به دو چیز سفارش کرده، نظم و تقوا، و این نشون میده که نظم چقدر چیز خوبیه. اگه تو کارا نظم داشته باشی هیچ مشکلی پیش نمیاد. من که مشکلی ندارم، همش تقصیر خانومه. هی بهش میگم نظم داشته باش، گوش نمیده. که منو که میبینی همه تعریف نظممو میکنن، همه کارام رو حساب کتابه. نشونیش میده که همیشه آرامش دارم، برعکس این خانه. آرامش مال نظمت نیست، مال بیخیالی. چه فرهنگی داشتیم هاج خانه. خیلی خوب، دیگه کوتا بیاید، زودتر ساندویچتونو بخورید که باید راه بیفتیم، داره دیر میشه. تا همینجاش هم خیلی معطل شدیم. آره بخوریم بخوریم. راه همه سوار شدن که بزنیم بریم. مدرات سفر محال یادم برده. چرا خاموش کرد؟ فکر کنم قرمه سبزی رفته تو باکش خانه. خدا